نفتی کشور فصل جدیدی را تجربه می‌کند. در محافل رسانه‌ای کشور خبرهای پیچیده از اینجا پالایشگاه آبادان. مسئولانش به تازگی اعلام کردند کشورمان در تولید سوخت 100 LL یا همان سوخت جت و هواپیماهای آموزشی خود کفا شده. محصولی که تا چند وقت پیش در لیست تحریم‌ها بود و جلوی وارداتش گرفته می‌شد. تونستیم به تولید بنزین یورو 4 با وجود تحریم‌هایی که بود تو مملکتمون برسیم. بازرسی پالایشگاه آبادان هم سوخت 100 LL و هم بنزین استاندارد یورو 4 و حتی بالاتر را تولید می‌کند. بوگر اصلا نداره. نیتروژن نداره و چیزهایی که با محیط زیست مغایرت داره اصلا نداره. این هم واحد کتکلکر معروف در فاز 3 پالایشگاه آبادان که 5 سال پیش افتتاح شد. 800 میلیارد تومان هزینه برداشت. حالا اینجا روزانه حداقل 45,000 بشکه بنزین تولید می‌شود. کمی آن طرف‌تر واحدهای الحاقی بنزین سازی که خوراکشان را از کتکلکر می‌گیرند، حال خوبشان را به رخ می‌کشند. مثلا همین واحد الکلاسیون که بنزین اولیه را گوگرد زدایی می کند و الکیلت یا همان بنزین سبز که حسابی با محیط زیست سازگار است را تحویل می دهد. در کلان شهرهای مثل اهواز، شیراز و آبادان استفاده میشه. حالا بالگردها و هواپیماهای جت، ملخی و آموزشی جان و بنزین در رگشان را داخلی و ارزان قیمت تهیه میکنند. این یعنی تولید روزانه 24,000 بشکه بنزین سوپر با استاندارد جهانی با صرف جویی 200,000 دلار در روز. پس از عملیات تصفیه به مخازن ارسال میشه و پس از عملیات رنگی که روی آن انجام میشه به وارد بازار میشه. اینجا هم محل بارگیری محصول نهایی است. به نقاطی که نیاز باشه و به درخواست باشه میتونیم ارجاع کنیم. پالایشگاهی های آبادان قصد دارند واحدهای الحاقی تازه‌ای در فاز 3 به بهره برداری برسانند. به نظر میرسد تولید انبوه بنزین یورو 5 هم دور از دسترس نیست. در دستور کار قرار گرفتن تولید بنزین روز با کیفیت جهانی و استاندارد بین‌المللی از جمله اهداف برای بچه‌های پالایشگاه آبادانه.